درود بر شما. الگوریتم های قبلی که خدمتون آموزش دادیم همه با نرم افزار لوگوی 6 بوده. در اینجا قصد داریم که خارج از اون بورد های آموزشی الوه بیایم یه تعداد الگوریتم هایی رو به صورت معمول ممکنه که توی پروژه های مختلف شما نیاز داشته باشین که از اونا استفاده کنین رو با نرم افزار لوگوی ورژن 8.1 زیمنز خدمتتون آموزش بدیم. خب اولین برنامه که میخوایم اینجا براتون در نظر بگیریم، میخوایم با یک ورودی یک خروجی رو به صورت ست و ریست در بیاریم. در حالت معمول که خب ما یه ورودی میاریم و یه خروجی، و زمانی که من یه اسمی رو فعلاً سیمولیشن میکنم ببینید، شما میتونید با این ورودی بیاین و خروجی رو فعال و غیر فعال کنید. حالا من میخوام یه تغییر توی این برنامه بدم و اونم اینه که زمانی که فعال میکنم خروجی فعال بشه، دستمو که برمیدارم غیر فعال نشه. اینجا داره غیر فعال میشه. یه راهش اینه که یه بلوکی هست اینجا توی این قسمت و شما میتونید ازش استفاده کنید، این بلوک که خب اینو ما قبلا توی مجموعه آموزشی شماره 1 لوگو آموزش دادیم. ما میخوایم از دستورات ساده و بلوک‌های برنامه‌نویسی ساده بیایم حالت‌های مختلف رو برای خودمون ایجاد کنیم. پس از این تابع من استفاده نمی‌کنم. میام یه دونه فلیپ فلاپ معمولی میذارم RS و اینجا میام میگم زمانی که شما فعال شدی بیا خروجی رو برای من فعال کن. من میخوام دفعه اول که ورودی رو فعال کردم خروجی رو فعال بکنه، غیر فعال که شد خروجی همچنان فعال بمونه، دفعه بعدی که زدم بیاد خروجی رو برای من غیر فعال بکنه. خب ببینید، من در حالت اول الان اینجا قسمت اولش کار میکنه. ببینید من استارت میزنم یا ورودی رو فعال میکنم، کیوی من فعال میشه، دستمو که برمیدارم همچنان فعاله. دوباره که میزنم کیوی من غیر فعال نمیشه. خب اینجا باید برنامه رو بیام و تغییر بدم. میام از یه مموری، البته از خود کیو هم میتونم استفاده کنم، نیاز به مموری نداره. من برنامه رو چون به صورت فعل بدایه مینویسم، ممکنه که دفعه بعد این برنامه رو بنویسم به یک شکل دیگه اونو پیاده سازی کنم. ولی خب مهم این است که ما به صورت معمول و بدون هیچ برنامه قبلی میایم برنامه رو پیاده سازی میکنیم که اگر اشتباهی به وجود بیاد شما همون اشتباه رو ببینید و متوجه بشین که ما چطور اون اشتباه رو برطرف میکنیم. خب من میخوام زمانی که آی 0 و 1 رو زدم و کیو 1 من فعال بود، شما بیا چکار کن، بیا اینو ریسیت کن. ولی اینجا یه مشکلی هستش و اونم اینه که در لحظه اول که من استارت میزنم میاد این خروجی رو فعال میکنه، بعد میاد اینجا میگه خب خروجی فعاله، آیه یک هم هنوز فعاله، میاد و ریسیت میکنه. ببینید من استارت که میزنم مدام داره ست و ریسیت میشه. دستور آیه یک که میاد اینو ست میکنه رو هم میخواد اجرا بکنه. حالا که Q1 اجراشون میاد اینجا و میگه خب Q1 فعاله، I1 هم که فعاله، بیا ریسیت کن. ریسیت که میکنه باز دوباره I1 چون فعاله میاد ستش میکنه. پس اینجا یه جای کار مشکل داره. میام از لبهای بالا رونده میام اینجا استفاده میکنم، میگم شما زمانی که فعال شدی لبه بالا رونده شما بیاد این Q رو برای من فعال بکنه. همین برای من کفایت میکنه. برای حالت دوم هم میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینیم من از همین لبه میارم به اینجا. حالا ببینیم با همدیگه آیا جواب میده یا نه. ببینیم من دفعه اول که میزنم یک لحظه لبه رو میگیره، میگه خب یه لحظه لبه فعال شده، پایه ست این فلیپ فلاپ اوکیه، میاد کیو رو فعال میکنه. حالا که کیو فعال شده میاد اینجا که با این اند بیاد و فلیپ فلاپ رو ریسیت بکنه. ولی چون این لبه بوده دیگه عملا دیگه این پایه بالایی اند دیگه فعال نمیمونه که شما بخواین ازش استفاده کنید. پس دیگه
لبه برای این تابه اند دیگه به درد من نمیخوره. من دستم از روش شستی بر میدارم. حالا دفعه دوم میام فعال میکنم. ببینید دفعه دوم که فعال میکنم باز لبه میاد اینجا، چون کیو یک فعاله، برقرار شرط ریست اوکی میشه و میاد کیو یک رو برای من ریست میکنه. فعال، غیر فعال، فعال و غیر فعال. این برنامه بود که اینجا با همدیگه نوشتیم. در ادامه چند تا برنامه دیگر هم به همین صورت خدمتون توضیح خواهیم داد.